درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 217مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. انسان بعضی وقتها که از یک چیزی می ترسد یا وحشت می کند به روی خودش نمی آورد و خودشو به اون را می زنه. در برنامه این هفته به سخنان آقای بزرگ برای مردم قم در بیت خیابان پاستور پرداخته می شود. بالاخره بعد از 10 شب و 10 روز و 10 ساعت و 10 ثانیه که از تظاهرات سراسری مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی گذشت و 69 نفر کشته و 3700 نفر دستگیر و ده‌ها بانک و مرکز بسیج به آتش کشیده شدند، آقای بزرگ رئیس رئیسای کشور و رهبر ولایت مداران جهان سخنرانی کردند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. عالی رتبه ترین مقام نظام مقدس هم از نظر سیاسی و هم از نظر معنوی یک روزخان است. به همین دلیل در حساس ترین شرایط کشور هم در قالب یک مراسم روزخانی سخنرانی می کند. یه 30 ثانیه دیگه هم عربی بیان فرمودن تا حرفاشون رو به یه زبونی که ما بفهمیم آغاز کنن. رئیس جمهور آمریکا میگه حکومت ایران از مردمش میترسه. خب اگه نمیترسیدید که این همه گارد ضد شورش جلوی تظاهرات مردم نمیچیدید، این همه محافظ استخدام نمیکردید، دستگاه سرکوب در نظام طراحی نمیکردید، تو همین بیت آقای بزرگ با اینکه یه آهاد ملت از صد تا فیلتر گذشته رو میارن آقای بزرگ براشون صحبت کنه، همونا رو هم با یه لوله فلزی کلفت از بقیه خودیا جدا میکنن، اونم با یه تیم محافظ. نه، حکومت ایران متولد این مردمه، مال این مردمه، به وسیله این مردم به وجود آمده، تکیه به این مردم میده، چرا بترسه؟ نمیدونم، لابد برای اینکه محیط زیستشون رو نابود کرده این نظام. نفس نمیتونن راحت بکشن از دست نظام مقدس، حتی هوای سالم براشون نذاشته، اقتصادشون رو با فساد مالی حکومتی و قوانین ناکارآمد به تباهی داده. چه میدونم، شاید برای اینکه تو خونه شون هم آزاد نیستن مردم، به حریم خصوصی مردم هم کار دارین شما، روزنامه نگار به خاطر روزنامه نگاری زندانی میکنین، وکیل به خاطر وکالت زندانی میکنین، کارگر به خاطر سندیکا زندانی میکنین، دانشجو رو به خاطر روزنامه دیواری زندانی میکنین. تو دنیا تا حالا دیدین کسی رو به خاطر روزنامه دیواری زندان کنن؟ تو جمهوری اسلامی کردن. خلاصه من اگر جای شما بودم آقای خامنه ای، دلیل که چه عرض کنم، دلایل زیادی میدیدم برای ترس از مردم. نبرد ملت با ضد ملت است، نبرد ایران با ضد ایران است. آفرین، دقیقا همینه. اما یه عده را افتادن میگن نه، این تظاهرات برای گرانی است، وارداتی است، توطئه است و از این حرفا. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است پاتک انقلابه. آها، یعنی شما مردمید، لابد مردم هم دشمنن، از اون طرف نگاه میکنید. این یه اشکالی داره که تقریبا غیر قابل حله. این کشور متعلق به همون مردمه که شما فکر میکنین دشمنه. نمیخوان دیگه، حالا خودتون تصمیم بگیرین کی دشمنه کی مردمه. اما آقای بزرگ در این سخنرانی یک تحلیل رو بالاخره قبول کردند. در این تحلیل‌ها یه نقطه تقریبا مشترکی وجود داشت که اون نقطه درستی است و اون تفکیک بین مطالبات صادقانه و به حق مردم و حرکات وحشیانه و تخریبگرانه یک گروه. برای اینکه
شما هم بتونین این دو گروه رو از هم تفکیک کنید، بعد فیلماشو نگاه کنید. اینا که حرکات تخریبگرانه و وحشیانه به نظر نمی رسید. بعد به تاریخ مراجعه کنیم ببینیم کدوم گروه هن که حرکات وحشیانه از خودشون بروز میدن. در تظاهرات سراسری یکی دو هفته اخیر هم از همین دست اتفاقات رخ داده متاسفانه. خب حالا فهمیدیم کی مطالبات صادقانه و به حق داره و کی حرکات وحشیانه و تخریبگرانه داشته. اون تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست. ضمیر ناخودآگاه آقای بزرگ فلسفه فکری ایشون رو نمایان میکنه، هرچند که براشون ضرر داشته باشه. رئیس همه مسئولان نظام مقدس مطالبات مردم رو تمناهای مردمی مینامه. دیگه باید بلنشیم، سید علی بلنشیم، دیگه باید بلنشیم. تمنا به نظر نمیرسه، بیشتر شبیه اختاره. خب این صندوق‌های مشکل دار یا بعضی از مؤسسات مالی مشکل دار، مثلا بعضی از دستگاه‌ها مشکل دار بودن، مردم رو ناراضی کردن، بعضی از مردم رو. یک سال الان، شاید بیش از یک ساله، ما خبرهاشو داریم. پس خبرهاشو داشتین و برای خودتون نمیآوردین. در تمام همین یک سالی که آقای بزرگ فرمودن خبرهاشو داشتن، حتی یک جمله در مورد این صندوق‌ها و مؤسسات مالی که پولای مردم خوردن بردن به زبان نیاوردن. در تمام سخنرانی‌هاشون همین صندوق‌هایی که مردم، یعنی بعضی از مردم رو ناراحت کرده، دستگاه قضایی کشورم که رئیسش رو باز خود آقای بزرگ منتسب میکنه، حتی یک نفر رو به عنوان مجرم به مردم معرفی نکرد. اجتماع میکنن تو فلان شهر مقابل فلان مؤسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا، از این چیزا هست. هست، همیشه بوده هست، هیچ کس هم با اینها معارضه و مخالفتی نداره. بله، آقای بزرگ توقع داره مردم، همین بعضی مردم که چند میلیون نفرن در سراسر کشور و پولاشون توسط مؤسسات مالی و صندوق‌ها بالا کشیده شده، فقط بیان تجمع کنن. بیان تجمع کنن برن خونه. مسئولین هم پاسخگو نباشن، هرچند که در همون تجمعات هم باز مردمو سرکوب می‌کردن. بایدم به این حرفا رسید، باید گوش کرد، باید شنید، باید در حد وسع و توان به اونها پاسخ داد. وسع و توان مسئولین نظام مقدس هم در همین حدی که میبینیم، همینجوری که مسکن مهر میسازن، به مؤسسات مالی غیر مجاز اجازه تأسیس شعبه میدن که از مردم پول بگیرن، وام میلیاردی به خودشون میدن، برای همه این کارها حقوق نجومی برای خودشون رد میکنن، زمین های منطقه خوشاب هوا رو میخورن، سد گدبند میسازن، دریاچه ارومیه خوش میکنن. ده خب تمام حرف مردم هم همینه که ما مسئولینی میخواییم که وسع و توانشون بیشتر از این باشه. این اصلا اینجوری نباشه.
چون در عمل به این نتیجه رسیدن که در چارچوب نظام مقدس هیچ وقت همچین مسئولین رو در حکومت نخواهند دید، خواستشون رو تغییر دادن. این یه خواسته مردم عملی بشه، بیشتر مشکلات کشور حل میشه. لااقل قاچاق رسمی کالا، اونم سالی 22 میلیارد دلار از بین میره. پولهای کشور در سوریه و یمن و لبنان و غزه خرج نمیشه. تو زندگی خصوصی مردم دخالت نمیشه. دست قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از محیط زیست کشور کوتاه میشه. من عرض بکنم به شما، یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است. یه مثلثی فعال بوده است. چه مثلثی بوده این؟ مال امروز و دیروز هم نیست، این سازماندهی شده بوده است. بله، طبق معمول تئوری توطئه. خب اینو از کجا میدونین شما؟ اینایی که عرض میکنم همه قرائن اطلاعاتی دارد. عجب، پس قضیه جدیه. یعنی نیروهای اطلاعاتی شما جمهوری اسلامی به یه مدارکی، به یه قرائن اطلاعاتی دست پیدا کردن، بعد از 10 روز اونا رو در اختیار رهبری قرار دادن تا بیان برای مردم تبیین کنن. حالا بعضی آشکار حرفای خودشون است، بعضی هم از طرق اطلاعاتی به دست آمده است. یک مثلثی فعال بودن، نقش مربوط به آمریکایی ها و صهیونیست هاست. پس نقشه رو اونا کشیدن. چی کشیدن حالا؟ یعنی تو اون قرائن اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشتن چی نوشته بودن راجع به این نقشه؟ اینی که بیاییم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم، به طرف مرکز بیاییم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم. این نقشه ایست که کشیده شده، چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن. چند ماه دارن روی این نقشه کار میکنن؟ خب شما چرا کاری نکردین؟ این سربازای گمنام امام زمان کجا بودن پس؟ سرویس مخوف اطلاعاتی نظام مقدس اجازه داد نقشه اسرائیل و آمریکا تمام و کمال اجرا بشه تو کشور؟ نقشه مال آمریکایی‌ها و عوامل رژیم صهیونیستی است. پول مال یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خلیج فارس. پولش هم پس از اطراف خلیج فارس رسیده که آقای بزرگ جرأت نمی‌کنه اسمش رو ببره. با این حساب نظارت دستگاه امنیتی نظام مقدس بر سیستم بانکی کشور در سطح فروچاله‌های دشتای تهرانه. با این همه اقتدار به همین راحتی پول انقلاب، یعنی تظاهرات سراسری در ده ها شهر کشور، از اطراف خلیج فارس یعنی همون عربستان وارد کشور میشه. پول رو اینا دادن. این دوتا زل، زل سوم پادویشه. پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود. آهان، از این قرائن اطلاعاتی ها که نتیجه گیریش هم به همین سناریو تکراری ها ختم میشه. آمریکا و اسرائیل نقشه کشیدن، پولش هم عربستان داده، مجاهدین خلق هم که اینا بهش میگن منافقین اجرا کردن، اونا هم که خونشون مباهه. پس مردم میترسن، دیگه در تظاهرات شرکت نمی کنن. چقدر این رهبر معظم حقیره. نه تنها اعتراضات مردم و خواسته هاشون رو به رسمیت نمیشناسه، به قتل رسیدن ده ها انسان در جریان این اعتراضات رو پنهان میکنه و راجع بهش حرف نمیزنه، بلکه با اندک دانستن تعداد معترضین و برچسب جاسوس یا فریب خورده زدن روی اونها، یواشکی دستور سرکوب صادر میکنه. به اعماقش نرسیدند. اون وقت این بیچاره های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل از یه طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران رو آتش زدن. البته که ما با هر نوع سوزاندنی موافق نیستیم، اما اون پرچمی که سوزانده شد و ازش فیلم گرفته شد پرچم ایران نبود. جمهوری اسلامی به محض در دست گرفتن قدرت پرچم ایران رو به این پرچم کنونی که هیچ نشانی از ایران ندارد تغییر داد. اما رهبر حکومت اسلامی در ایران مصرع اول اون شعار مردم رو برای ولایت مدارنی که اون پایین زیر پاشون چهار زانو دو زانو رو زمین نشوندن نخوندن. سانسور حتی شعار مردم
در سخنرانی برای مردم نشان از نسبت مردم با سخنران دارد. جانم پدای ایران قال انشالله قربون ایران برید شما. اما کی تا حالا شما این هیئت ها این تیپ های اینجوری کی تا حالا در مقابل دشمنان ایران سینه سپر کردن؟ همون موقع که شماها یعنی این تیپ های شماها که عمام و عبا دارن عوامل بی سواد خودشون رو به عنوان فرمانده به جبهه های جنگ فرستادن، فرماندهانی که با نادانی خودشون فقط در یک عملیات 5000 نفر از همین جوانان ایران رو به کشتن دادن، عملیات لو رفته رو انجام دادن، هنوز بعد از 20 سال که از پایان جنگ گذشته کشته وارد میکنن، از بس تلفات دادن تو اون جنگ، همون فرمانده بی سوادا امروز بچه های مردم میبرن سوریه بکشتن میدن، ایران رو در یمن وارد جنگ میکنن، در امور داخلی عراق دخالت میکنن، اینا هم ازشون حمایت میکنن. اسم اینم گذاشتن اقتدار. مردم دوست ندارن پولشون در غزه و لبنان خرج شه، اما رهبر فرمانده بی سوادا به جای به رسمیت شناختن خواسته قانونی مردم، مردم رو تمسخر میکنه. آقای بزرگ در ادامه به مقامات آمریکا پاسخ دادن. میگه که حکومت ایران از قدرت آمریکا هراس دارد. خب اگر ما از شما هراس داریم، چطور دهه 50 شما رو از ایران بیرون ریختیم و دهه 90 شما را از کل منطقه خارج کردیم؟ اگر هراس نداشتین چطور نرمش کردین؟ اونم قهرمانانه. اگر آمریکایی‌ها از منطقه بیرون شدن، چطور به قول خودتون نقششون تو ایران عملی شد؟ اونم با پول عربستان، یعنی اطراف خلیج فارس. همین اندک اعتبارتونم با این سخنان برباد میره. توصیه میکنم مشاورینتون رو تغییر بدین. میگه مردم ایران گرسنند، به غذا احتیاج دارن. در آمریکا طبق آمار خودشون 50 میلیون گرسنه ایست که به نان شب احتیاج داره. برای همین میگم مشاورینتون رو تغییر بدین. در آمریکا یک کارگر بی تخصص و ساده با حداقل حقوقش با یک ساعت کار میتونه 2 نفر رو کامل سیر کنه. از طرف دیگه آمریکایی‌ها که مدعی برقراری حکومت عدل الهی روی زمین نیستن، تحت امر ولایت فقیه اداره نمیشن. رئیس مسئولان نظام مقدس به جای اینکه توضیح بده چرا در ایران مردم گرسنن و برنامه ارائه بده که در چه مدت قرار این مشکل حل شه، میگه مردم آمریکا گرسنن. انگار ایشون مقلد مقامات آمریکایی هستن. مردم ایران با عزت و شرف زندگی کردن، انشاءالله به توفیق الهی، به کمک الهی روز به روز هم بهتر خواهند شد، مشکلات اقتصادیشون هم به کوری چشم شما برطرف خواهد شد. انشاءالله ماشاءالله به کوری چشم شما. این سیاست پاسخگویی و حل مشکلات در نظام مقدسه. با همین سیاست هر سال قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. بیکاری، فقر، اعتیاد، کودکان کار و غیره همگی حاصل قوام همین سیاست بوده. اقتدار ملی ابزارهایی دارد. یکی از مهمترین ابزارهای اقتدار ملی عواطف مردم و افکار عمومی مردمه. یعنی همین حکمرانی رسانه‌های حکومتی که در کشور وجود داره. با همین تفکر حتی یه روزنامه دیواری مستقل هم نمیشه در کشور منتشر کرد. روزنامه‌نگارها زندانی میشن. رهبر ولایت مداران کهکشان استقلال مالی مردم رو نشانه اقتدار ملی نمیدونه، تقویت پول ملی رو نشانه اقتدار ملی نمیدونه، پاسپورت با اعتبار رو نشانه اقتدار ملی نمیدونه، یعنی مهم نمیدونه. اما افکار عمومی، یا بهتر بگم کنترل افکار عمومی رو اقتدار ملی میدونه. با دروغگویی و تمسخر خواسته‌های مردم بیشتر کنترل افکار عمومی مردم از دست حکومت خارج میشه. یکی از ابزارهای اقتدار ملی ما همین، حالا اینو به خصوص من اسم میارم برای اینکه زیاد تکرار میکنن اینا، همین حضور ما در منطقه است. حضور جمهوری اسلامی در منطقه، حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه، این یکی از ابزارهای اقتدار ملی است. از اون اقتدار که چیزی جز تنفر و تحریم و تهدید گیر مردم ایران نیومده تا حالا. اما برای اینکه بیشتر با تأثیر حضور مقتدرانه نظام مقدس در منطقه آشنا بشیم،
لازمه جنبه های دیگر این حضور رو بررسی کنیم. مدیر عامل کنسرسیوم صید صنعتی گفته 16 کشتی چینی با عنوان اینکه قصد فروش کشتیاشون رو دارن وارد آب‌های ایران شدن و از طریق دلال‌های ایرانی 3 بار موفق به دریافت مجوز صید شدن. به گفته داوودی این صیادهای چینی به دلیل قدرت فنی بالای کشتیاشون از اول سال تا الان تونستن بدون پرداخت مالیات 100 کانتینر 12 متری ماهی به چین صادر کنند. اتفاقی که هم باعث پایین اومدن میزان صید کشتی‌های ایرانی شده و هم بازار صادرات ماهی تجار ایرانی به چین رو کساد کرده. این هم سهم مردم ایران از حضور اینا در منطقه است و اقتدارشون. ماهیگیران ایرانی باید برن در آب‌های بین‌المللی ماهیگیری کنن که وقتی گرفتار دزدان دریایی سومالیایی میشن هیچ کس به کمکشون نمیره. حتی سراغشون هم نمیگیرن. یکی از مهمترین ابزارهای اقتدار ملی جوان مؤمن ماست. میخوان این ایمان رو از جوان بگیرند. اینو که خودتون از مردم گرفتین. از بس در لباس دین فسخ و فجور کردین. فساد مالی کردین. زمین خاری کردین و کارهای دیگه کردین. برای همین کارتاشونو میسوزونن. اولا حضرات هیئت حاکمه آمریکا سرتون به سنگ خورد. این دفعه ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. یعنی خود آقای بزرگم با ما هم عقیده هستند و میدونن که جنبش مردم ایران ادامه داره و مثل همه ما منتظر حرکت بعدی مردم هستند. اختلافمون فقط در نتیجه شه. یه خطابی دارم من به مسئولان حکومتی خودمون که شامل خود حقیر هم میشه البته. این ایشون همه رو نصیحت میکنن، حتی خودشونو. اولا ما از دشمن خارجی گفتیم، اینایی که گفتیم اینا تحلیل نبود، واقعی بود، خبر بود، اطلاع بود، دشمن خارجی هست. اما این موجب نشه که از ضعف‌های خودمون غافل بشیم. ضعف که چه عرض کنم، این بیشتر به بیکفایتی و ناکارآمدی شبیه. هم یک جاهایی اشکال و نارسایی و نابسامانی در کارمون هست. اینجوری نیستش که ما هیچ اشکالی نداریم، هیچ مشکلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجیش که داره. نه آقا. بله آقا، اینا همه مردم میدونن. مثلا همه مردم ایران میدونن برادران رؤسای هر سه قوه نظام پرونده فساد مالی دارن که البته مسکوت گذاشته شده. برادر معاون رئیس جمهور بانک داره، شهردار خلبان زمین خاره، ارگان نظامی نظام در امور اقتصادی دخالت داره، یعنی تو کار معنویاته، به نام سازندگی بودجه عمرانی کشور رو به تباهی داده، براش هم مهم نیست محیط زیست کشور رو در مرز نابودی کامل قرار داده. یک مطلب دیگه این که هر سه قوه مشکلات رو بشناسند، مشکلات کشور رو بشناسند. بعد از 10 شبانه روز تظاهرات در سراسر کشور، اونم با شعارهای ضد حکومت، رئیس کل حکومت بازم از همین حرفای تکراری تکرار میکنه. اون از دلایل شکل‌گیری تظاهرات که توطئه معرفی شد، اینم از نصیحت تکراری مسئولین. شما اگر واقعا میخواین مردم حرفتون رو باور کنند، بعد حداقل یکی از همون برادران رو قربانی کنید. چندین جلسه تشکیل دادم برای آسیب‌های اجتماعی. الان حدود 2 سال 2.5 سال که هر چند وقت یه بار یه جلسه برای آسیب‌های اجتماعی با مسئولین اساسی و درجه یک کشور، از وزرا و نمایندگان و مسئولان نهادها و رؤسای قوا و اینها تشکیل میدیم. ما اینجا راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون. اما آسیب‌های اجتماعی مثل بیکاری، فقر، اعتیاد، فحشا و غیره همینطور در حال افزایش بودن در همین 2 سال. بگذاریم که ایشون بیشتر از 20 ساله در رأس حکومت هستن. اما نتیجه همین 2 سال جلسه با مسئولین درجه یک کشور با نظارت رهبر سیاسی و معنوی شاهدی است بر ناکارآمدی نظام مقدس. یه مقداری باید خودمون رو آماده تر کنیم، پا به رکاب تر باشیم، بیشتر کار کنیم، دقیق تر کار کنیم. این هم یه نکته است. 39 سال مردم به شما وقت دادن،
به نظر نمیاد مردم بیشتر بهتون وقت بدن. آقای بزرگ در این سخنرانی یک ساعت و چند دقیقه ای از همین حرفای تکراری از خودشون صادر کردن که بیشتر از این ارزش وقت گذاشتن نداره. اینی که شایع کنن که آقا فایده ای نداره، کاری نمیتونن بکنن، کاری نیست، همه جا قفله، اینجوری نیست قضیه. از همه کسانی که با کمکاشون سبب امتداد این برنامه شدن سپاسگزارم. کمک رسانی به اپوزیت رو از یاد مبرید. راه کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. شاید ساده ترین راه حساب پیپل باشه، حساب بانکی و آدرس پستی هم هست. اگر به وبسایت اپوزیت مراجعه کنید، upozit.com، با کلیک روی این آیکون، آیکون دونیت، میتونید بدون داشتن حساب پیپل و صرفا با کردیت کارتتون به اپوزیت کمک مالی برسونید. باز هم سپاسگزارم. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن جدن جدن کوشا باشید. به صفحات اجتماعی برنامه سر بزنید. توییتر از همه مهمتره، اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب هم هست. آدرساش هم روی تصویر میبینید. با تشکر از تلویزیون پارس و همه شما همراهان اپوزیت. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردیم. اما داریم میریم. عمده اینه.